میخوایم به حقیقتا رو بگم. 3 ماه و 4 روز میشه که تیم رهبری جدید ما شخصا در وزارت امور داخل آمده. تریلیون ها دلار مصرف شده یک اینستیتیوت یا یک اداره ندارم که تهداب دائمی داشته باشه. بسیار اقتدار کم اکادمی داریم، بخش دیگه داریم. فساد به اوجش ده بالا، ظرفیت پایین و وابسته به بزرگان و سیاسون، هر کدامشان شور میتی 100 نفر زنگ میزنه براتون. چیزی که حقیقت از برای شما میخوان. جرایم در تمام جهان وجود داره ولی شیوه و برخورد پلیس فرق میکنه. بدبختانه پلیس ما بالای مجرمین ترحم میکنه، چون که اگه ترحم نکرد باز توسط زورگویا و توسط کسانی که رابط سیاسی دارن تبدیل میشن، او در مجرمین هم که گرفتار میشن توسط پلیس. قدمه بعدیش که بعد تارانواله محترم تسلیم میشن، حال تا هم بیای اونا نفوذ وجود داری سیاسون مداخله که دریم رزی تیرکوی نید بیای رخصتی بانم رازی چه والا دوسیه ناتکمیل ده یا جرم پر اثبات نشون. وقتی که ما در رهبری وزارت امور داخله تعیین شدیم، کلانترین چالشی که روبروی ما بود بخش تروریسم و جنگ علیه طالبا بود، داعش و طالب و دیگه جور. کلانترین تشویش ما بود که چطور جلوگیری بکنیم از سقوط یک ولایت مثل که قندوز و غزنی و دیگر شهرهای ما بود. فوکس ما بیشتر سر جنگ و مبارزه علیه تروریسم بود. تغییرات آوردیم در رهبری، تغییرات آوردیم در شیوه جنگ، تغییرات آوردیم در تکتیک های خود. فضل خداست گوش ما آرام است. متأکد هستم رهبری جدیدی که تعیین شده عملیات های صورت میگیره، دشمن خواب و خیال سقوط ولایت نداره. هفته 500 نفرشان رو ما کشته میدیم. در میشت 2000 نفر منززی. باور میکنین؟ 24 ساعت، 18 ساعت، 19 ساعت کار میکنم، دوامدار عملیات است علیه تروریسم. ضربات هوایی، عملیات شبنگام صورت میگیره. تشویش از اون نداریم که طالب باید داعش باید که ما ولایت گرفتیم. بیا اصطلاح قبلی هم استفاده کنیم، در گاز در میدان، بیا که معلوم کنیم که ما زور میشیم یا اونا. تشویش خیال 42,000 اکاونت فیسبوک جور کرده ذبیح الله مجاهد، 35,000 تویتر جور کرده، دوامدار دروغ و لاف زده رایی است که ما ایتر میکنیم ایتر میکنیم. تلفون ما ببینه مرکزی که برام میگه، ما قماندان هایم که میگن که ما عملیات کردیم و داتا از بین بردیم، میگم تصویرش رو وان بکنین. اونا رو مجبور ساختیم دیگه هم پیش برن. اجسادشان در میدان معارضه افتیدن، دیگه از اون تشویش نداریم. چرا قطعات خاص موافق است؟ رهبری خوب داشتیم و خوب داره. مداخلات سیاسی کم است. تعلیمات بی نهایت زیاد. بین ها ثقیل، یعنی کوهی که در شمال کابل است، شمال میدان هوایی تایم داده میشه 25 کیلو وزن در پشتشان، با مو وقت خود رساندن پس آمد کامیاب است، نتانستن ناکام است. و در پالی عزیز هم باسواد باشه، هنگیزه امو شورش در دلش وجود داره یا نداره که با صداقت و شوق و علاقه به وظیفه خود دارن. یک کتله بسیار خرد است در افغانستان، بسیار کم. پالی عزیز که میبینیم ما ماش و امتیازشان کدام تفاوت نداره. انتحاری در بلند منزل، خودم انفجار میتن، مردم هم میخواه بکشه، ولی امی سرباز قطعات خاص میرد بالا، هموشهری های خود نجات میتن و قربانی هم میتن. عزیز آقای 3 روز پیش شهید شد. هفته قبلیش در هتل کانتینتال در شانه سر سینهش مدال بسته کردیم. یک مامه شهرسی که بود، یک فرزند پدر مادر بود. 2 روز پیش جنازهش رو بردیم در پنشیر دفن کردیم. شما فکر کنید راجع به شخصیت امی و چرا امی آدم علاقمند بود که برد بالا. در منزل سوم حالا انتحار 2 نفر از بین برده شد، مرمی سوم در رویش خود. 13,000 افغانی ماش داره، او هم سرباز سرسرک هم داره. پس برمیگرده به صحبت های ما، به انگیزه، به رهبریت. ولی بد خانه سیاسون، بزرگان، زورمندان نفوذ کردن بر بینزی که اینمی بچه فلانیز باید تعیین شه. پلیس نیاز به تغییر ذهنیت داره، تغییر انگیزه، تغییر مفکوره، تغییر رهبری از سطوح مختلف باید برن.
کاملا باید غیر سیاسی شود تا بتوان قانون بالای همگی یکسان تطبیق شود. افغانستان تغییر کرده دوستان. خیالات سالهای قبلی و دههای قبلی فراموش شده. ملت ما در بینی رسیده از دست جرایم، از دست رابط نامشروع سیاسیون و در تروریسم. سوال ما از امشریای ما این است. چی نوع کشور میخواییم داشته باشیم؟ چی نوع نظام میخواییم داشته باشیم؟ چی نوع نظم داخل شهر؟ اگر از خیرخانه تا از آن قیمت میخواییم سفر بکنیم خانه دوستای خود، چی میخواییم در مسیر را برشته؟ بر چی ممانعت ها باشد، چی نباشد؟ از پلیس خود چی توقع داره؟ اگر فکر شما، نظریات شما همانند فکر ما است، پس بیاین، بخیزین، شورش کنین، صدای خود را بلند بکنین. مشکلات ما بر شما قبلا گفتم که در کجا است. ما دست پنجه نرم میکنیم، تغییر خواهد آمد، تغییر میاریم، آهسته آهسته. ولی نمیشه، رای کاش میشد که 4,000-5,000 پلیسی که در کابل داریم، فقط برداریم ایشان 4,000-5,000 پلیسی نرم بیاریم، جای به جای انستال بکنیم که بتانه تغییر بیاریم. ولی مشکل است. آهسته آهسته اینا رو باید فلتر کنیم تا بتانیم تغییری باقی بیاریم در نظام. تسلیم مجرمین نشوین، تسلیم قانون شکنان نشوین. به یک صدا با پلیس خود همکار شویم تا قانون بالای همه یکسان تطبیق شود و آینده خود به دست خود بسازیم.